قربان بین الملل انقلاب و قربانی، مسعود رجوی، 5 آبان 91، قسمت دوم. یکانها و دسته های ارتش آزادی بخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده برپا. آیا تونستم در مقدمه صورت مسئله بند سین را بگویم؟ یعنی بر سر صورت مسئله شما ابهامی ندارید؟ سوال دوم این است که آیا اصلا شماها وقت کرده اید که با این همه کار که دارید در بیانیه و مواد آن بنگرید؟ سلام علیکم برادر، عید شما. الله سلام علیکم. عید شما مبارک باشه، عید قربان. اسعد الله ایامکم. خدمت شما عرض شد که شماها آن بیانیه را دیدید، خواندید؟ بله، بیانیه بحث دفعه پیشمون بود. آری بله، بیانیه رو خوندیم. بسیار بسیار بحث ضروری بود، به خصوص مثلا خود من واقعا وقتی که صورت مسئله را شما با همون شروع بحث باز کرده بودید، من خودم ذهنم واقعا تکان خورد و جا به جایی خلاصه احساس چرخش داشتم، به خصوص که خیلی به حق و به جا گفته بودید که تهدید ذهن ما عینیت دوران گذشته است. خیلی خیلی واقعی بود و من فکر میکنم که هر کسی با کمی فکر کردن به خلاصه سیر حوادث و آنچه در ذهن خودش میگذره به سادگی میتونه این حرف رو اثبات کنه، چون واقعا دوران واقعا تغییر کرده. شاخصش همین نامگذاری مجاهدین، درسته نامگذاری مجاهدین محصول کسنخارت و رنج و تلاش مجاهدین و مشخصا خواهر مریم بود، درسته که محصول سیاست یا سیاسی سران دنیا نبود، ولی تأثیر سیاسی که داره. یعنی نباید که آثار سیاسیش رو با مکانیزمی که ما به نامگذاری رو لغو کردیم رو با هم یکی دونست. آثار سیاسیش البته برش باره، با هر مکانیزمی و با هر روشی که ما این کار کرده باشیم. ولی من میخواستم برای این دلیل اومدم راستش چند کلام باهاتون صحبت بکنم، برای اینکه اعلام موعد کردید. واقعا خیلی کار بجا و درستی بود. شما درست توضیح میدید که خب اگر نشد، هر ذهن منطقی میدونه که میشه تمدیدش کرد. البته که میشه تمدید کرد. کلان تهدید که این نیست، تهدید این نیست، تهدید اینه که همونجوری که شما تو اون بیانیه چیز گفتید، 12 ماده گفتید، بیانیه تغییر دوران، تهدید اینه که ما تأثیرات عقب بمونیم، تهدید اینه که جدی نگیریم، تهدید اینه که سرمایه کلانی که قدرت رو اینه داره که مثلا قدرت ابرقدرت، تنها ابرقدرت دنیا رو وادار کنه یکی دو ماه مونده به انتخاباتش ما رو از لیست در بیاره، یک ماه و 6 روز، نه حتی 2 ماه. تهدید اینه که این قدرت رو درک نکنه، کاراییش، تأثیرگذاریش و مؤثر بودنش رو نفهمیم، برای اینکه سنگ زیرین آسیاب بودیم، برای که خلاصه زیر توطئه و فشار چند 10 ساله، به خصوص 10 ساله اخیر بودیم. وقتی تهدید این هست، خب معلومه اینا رو نمیفهمیم، اینا رو خوب درک نمیکنیم و بعدم تبدیل به ماده و به دستاورد نمیکنیم، از تحولات عقب میمونیم. مثلا از همین بحثایی که الان تو رادیوهای فارسی زبان داره راجع به چیز لیست میکنن، یکی دو تا شخونم خودم خیلی جا میخورم، خیلی تعجب میکنم. مثلا حتی از حرفایی که درون رژیم به هم دیگه میزنن هم این روزا واقعا من تعجب میکنم. خود این شگفتی محصول تهدید اینه که متوجه نشیم و بنابراین عقب بمونیم و همین فرصت تاریخی که ممکنه هر 25 سال یک بار برای یک ملتی پیش بیاد، کما اینکه
خب فروغ تا بریم تا بعد از فروغ دوباره شرط پخته شه و دوباره خلاصه این نسل بتونه به رهبری شما خودش رو برسونه به این نقطه، 25 سال قیمت پرداخته شده. بنابراین برای اینکه این فرصت درست استفاده شه و این فرصت به ثمر تاریخیش و زحمات شما به خصوص خواهر مریم که خب خیلی جای حرف زدن داره، خیلی جای گفتن داره، برای اینکه به ثمر مطلوب خودش برسه بایستی که همچین ضرب العجل و یه همچین فرمانی واقعا داده میشد و ما واقعا نمیدونم چجوری سپاس و تقدیر بکنیم از این. بچه ها گوش کنید، برای که انبوهی حرفا زده میشه، برای که متمرکز بشیم روش. برمار مثال همین نکته که آخر گفت در مورد 25 سال خب تو این 25 سال دست کم 25 بار باید مجاهدین سرشون زیر آب میرفت و نابود میشدن. دلالش رو خوب میدونیم، به خصوص شماهایی که در فروغ بودید یا بچه‌هایی که اون موقع نبودن بعد اومدن و سال به سال توی جریان قرار گرفتن. حالا من میخوام این بحثا سمت و سو پیدا کنه، مکتوب کنیم، متمرکز باشید، ماده یک را بنویسید. یک، تهدید ما در این شرایط مشخص عقب ماندن از مجموعه اوضاع و احوال رژیم است و به همین خاطر مجبوریم با آن تنظیم و کوک کنیم. دو، از جبهه همبستگی صحبت کردیم و این یک اتمام حجت تاریخی بود تا ثبت شود که همین مجاهدین به بالاترین قیمت را در روزگار خمینی و رژیم ولایت فقیه داده اند، تا کجا حاضر هستند بقیه را هم به حساب آورده و محترم بشمارند. اما برای خودمان روشن باشد که این یک آزمایش است و در حقیقت فرصت دادن و آزمایش مجدد است، زیرا در این 30 سال همه ماهیت خود را در عمل بیرون ریختند. الان نرمیسین اینو یکم توضیح بدم، یعنی اینا مقدمه که بحثمونه هنوز. میخوام براتون سوء تفاهم نشه که ما گفتیم و پخش شد و که اگر گروهی هست، اگر کسی هست که مثلا مجاهدین رو قبول نداری، خوب نداشته باش. رئیس جمهور ما رو قبول نداری، نداشته باش. دورای ما رو قبول نداری، نداشته باش. دولت موقت و برنامهش ما قبول نداری، نداشته باش. ولی بالاخره حاکمیت جمهور مردم و آره یا نه؟ قرنگونی این رژیم آره یا نه؟ رژیم ولایت فقیه برز و بالگون با همه باندهاش آره یا نه؟ یا از زیر میز با هم فتوسور دارید؟ در روی میز بحث هرچی بخواهید ابو عطای دموکراتیک خواندن است، در زیر میز نمیدونم سبز و سرمه ای و فلان و اینا چیه؟ بالاخره همون رژیمه. مادن سرنگونی رژیم با تمام داردستاش زبالدان تاریخ ایران دموکراتی بی مجاهدین اصلا خودی که بیشتر از این که نمیشه انعطاف نشون داد، در حالی که کسی که خودش فداش رو داده یه تو اشرف که هیچی زیر زرهی. یه شعار مناسب این روزگار زنده باد موسوی، زنده باد شیخ مهدی. یه مشتی هستن از 30 سال پیش پوسیدن، اونم در زمانی که احمدی نژاد خامنه‌ای رو ضعیف دیده، مرز سرخ داره رد میکنه، یقش رو گرفته میخوام برم اوین. ها به حال قرقرهای احمدی نژاد درونی بود، به اوین که میرسه یعنی پا گذاشته روی توفرک که چرز کنم سیاه رگ نظام، یعنی اوین. نکی دار دسته خودش جوان فکر و افراد خودشو گرفتن، نکی بچه های رفسنجانی رو هم گرفتن، فرصت و مختنم شمرده، میخوام برم اوین. اونا میگن بیای پا تو قلم میکنی.
اون لاریجانی دشخیم قوه قضاییه و داداشش مال مجلس. در حقیقت لاریجانی دشخیم داره از طرف خامنه‌ای حرف میزنه دیگه. حالا بنگرید در شرایطی که کار به اونجا رسیده که احمد نژادم یقه ولی فقیه ارتجاه رو میگیره که میخوام برم اوین، حالا غیر از بقیه زاویه هاش که نمیذارم تو بحثم، در این شرایط یکی بشینه از راه دور نمیدونم دو چند سال، 30 سال بعد، 31 سال بعد، 30 خرداد هر کاری که بکنه، یعنی کک رژیم نمیگذه. این تازه مشروط بر اینه که دومینا به رژیم وصل نباشه که اکثرا هست، یعنی رژیم برده بابا خورده. راست راست میاد میگه اینا رو که خارج کردین از لیست تضعیف جنبش دموکراتیکه، یا دوم بشون به این سرویس های مختلف وصله. موقعی که شما از لیست میان بیرون بغض و کینشون بیرون میریزه، شما که باید خوشحال باشین. ولی لنگارگت ها را ببینید، چیزی نمونده، پوسیده، گندیده، متعفن شده. اینا که پاچه مجاهدین رو میگیرن که فی سبیل الله نیست، مجاهدینی که تونستن اینطوری لیست رو بکشن بیرون. خب اونی که به اصطلاح کمونیسته میگه اینا نوکر آمریکا شدن، معنی چرا آمریکا پس اونو بمباران نمیکنه ما رو میکنه؟ خب یک مشلات لومپنن سال 79 اگر یادتون باشه تو پیام 22 بهمن من گفتم، اون زمان تازه، یعنی 11 سال 12 سال پیش، که یک طبقه لومپن سیاسی کاری تولید شده که دوم بشن به رژیم وصله مستقیم و غیر مستقیم. پاس پناهندگی داره میره ایران رو برمیگرده، شرکت داره پول پلهی به هم زده، تو انواع اقسام قراردادها هست، از نمیدونم قراردادهایی که رژیم تو ونزوئلا میبنده با کشورهای آسیای مرکزی، خودشو لوس کرده بود برای آمریکا که آمریکا باید این هم در نظر بگیره که مجاهدین اخلاقشون از این بعد خوب بکنن. یعنی رسمی دامن اونه. میخواهم بدانید که روز اول هم گفتیم 10 سال پیش سال 81 آقای نید آزمایش، روز آخر هم گفتیم که به اشاره من تو هم صحبت که داشتیم همه بودیم، گفتن خب البته تو این 30 سال ماهیت ها بیرون دوخته، همه چی روشنه. آمدن با مجاهدین که کار ساده ای نیست. خب بابا باید مرزبندی داشته باشی با سبز و سرمه و عنابی. خب بابا نباید دنبه توی دست رژیم باشه. خب بابا نباید نفر این یا اون سرویس باشی. با قیمت داره آخه. خب باید رژیم میاد سراغه، بعد تهدیدت میکنه. این شورایی که قبلا اخراجی های شورا که با خودمون بودن، وقتی که شرف کندین ها رژیم کشت به پای خودشون ترسیدن، رفتن سفارت رژیم در آلمان، اونجا رو به نامه نوشتن. خب سال 64 اونی که تداییش بود، خب مزدور رژیم و دسته فرانسه شد، نامد دم خونه ما یادتون هست، برای اینکه ما رو بیرون بکنم. این عجب پست پلیدی. اونی که حزب توده بود خواهان استرداد و اعدام ما بود. منظورم این است که خوب خوب هر مجاهدی باید اینو بدونه که کس دیگه این کاره بود ما برای چی انقلاب کنیم؟ اگه مریضی خب هست دیگه، خب میشه دیگه، یک راه ساده تری هست دیگه، راه کوتاه‌تر هست. بس کن الان از همجا میخواد بریم تا آسایش کنم، خب راه کوتاه‌تر انتخاب میکنم، راه ساده‌تر انتخاب میکنم، نه راه مشکل‌تر رو که. ولی 25 سال قمری، 24 سال کمسی، مجاهدین بعد از فروغ دوام آوردن زیر این همه بحران و طوفان و کویت و آمریکا و ازداد و داستانهایی که دیگه میدونیم، برسد به 6 و 7 مرداد و 19 فروردین و الاخر. میخواهم هیچ سوء تفاهمی نباشد که این کار از مجاهدین برمیاد و جنس و سنخ اونها، هم که بهش میگیم اشرف نشان. خب آخه بندسین به معنی روشن شدن موتور ژئوپلیتیک هم هست که تو بحث ما خواهیم رسید. ماده 3، اگر در موضوع اتمی ولی فقیه
جام زهر نخورد باید پای جرقه و جنگ برود. یا رو تلگرافی میگم، میگیرم که میگیرین همتون، اگه پایین بود بگید. آژانس و اروپایی ها میگویند که تا ژوئن آینده، یعنی همان 30 خرداد، بیشتر نمیتوانند صبر کنند و رژیم به بمب اتمی میرسد. بنابراین موضوع اتمی باید تا 30 خرداد یا حد اکثر تا 30 مهر تعیین تکلیف شود. یعنی رژیم یا باید عقب نشینی کند و با هر صورتی که مناسب و متصور باشد جام زهر بخورد یا پای جرقه و جنگ بیاید. توضیح میدم. لابد شنیدید که یک کارخونه رو که رژیم داشت در خرطوم پایتخت سودان، اینو بهش یک حمله موشکی کردن، داغونش کردن. اون مؤسسه سوئیسی هم که یک مؤسسه تحقیقاتی بوده گفته که آره اینجا برخی سلاح ها رو میساختند یا انبار میکردند، مینهای زمینی داشت، تسلیحات ایرانی داشت و از ایران وارد میشد. این تازه سر تسلیحات معموله. ماده 3 میخواد بگه دیر شده که زود نشده و آقای اوباما هی کشش داد برای انتخاباتش، ولی چه اوباما باشه چه رامنی، این موضوع باید تعیین تکلیف بشه. حالا ما اینو از این بابت نوشتیم که میخوام تو ماده های بعدی سوال رو مطرح کنم. بنویس 4، اگر رژیم پای جنگ بیاید چه میشود؟ 5، اگر رژیم جام زهر بخورد چه میشود؟ سوالات رو به ترتیب می نویسم بچه که بس متمرکز باشه. 6، اگر بشار اسد سقوط کند وضعیت ولی فقیه و رژیم چه می شود؟ 7، یک زمان فرضی به گونه حد اکثر برای سقوط سوریه معین کنید تا بتوان در محاسبات بعدی آن را وارد نمود. 8، تأثیر تحریم ها بر روی رژیم چیست؟ من تلگرافی میگم. دلار 4000 تومان، سوریه رو به افول، مجاهدین از لیست خارج، هم اوباما هم رامنی به سخت کردن تحریم ها تهدید میکنند و همچنین گزینه نظامی. انتخابات رژیم هم در پیش است. احمدی نژاد با خامنه دست به یقه شده و مرز سرخ بازدید از اوین را رد کرده. رفسنجانی دولت وحدت ملی میخواهد. بنابراین میخواهیم ببینیم حتی بدون جرقه و جنگ تابلوهای تأثیر تحریم ها چگونه است. 9، مشخصا بگویید که ولی فقیه در مقوله اتمی زیر فشار تحریم های فزاینده و در زیر تهدید جرقه و جنگ بالاخره جام زهر میخورد یا پای جنگ میرود. چشمانداز انتخابات رژیم و تابلوهای آن. بخواستم تصویر کلی بحث رو بهتون بدم و حداکثر فشردگی و خلاصه سازی. لطفاً هر ماده را یک نفر بخواند، اگه نکته دارین بگین که بعد جوابشو مکتوب کنیم. سلام برادر، هزاران درود بر شما که اینچنین رزم و شعله های رزم و جنگ بی امان رو در تک تک وجود ما مجاهدین برافروخته میکنید. احساس کردم که تمام شکاف ها برای این مرحله بسته شد و همینطور که خودتون به خوبی گفتید بدون اعلام این مرحله یه چیزی کم داشت. یه دفعه من خودم رو تو مرحله همون دوران قیام احساس کردم و با شنیدن خبر شاه رفت، یعنی احساس کردم واقعا مرحله آخره.
سوالها خیلی واقعیه و جوابش هم پیشا پیش روشنه. رژیم هم اتفاقا از تقریبا از خود سال 88 به این ور یک تهدید جدی بیشتر احساس نمی کرد. یکی این که مجاهدین از بند رها بشن و دست و بالشون باز بشه، بتونه مثل گذشته دوباره پرش شیر بکنن. دنبال این بود که ما رو در همون بند نگه داره، که واقعا هم همینطور که خودتونم گفتید غافل شد و دید که ما از بند رها شدیم. دومم قیامی بود که خودش میگفت قیام گرسنه ها. رژیم با خیلی ها میتونست در بیفته تو داخل جریان های مختلفی که وجود داشت، ولی همواره از یک چیز وحشت داشت. میگفت تمام جریان های رژیم رو میگم، یعنی جناهای مختلفش، میگفت وقتی این گرسنه ها بلنشن دیگه سرنگونی محتومه. تو سالیان تو این تاریخ معاصر ایران هم ببینی، همیشه خودشون میگن دولت ها 30 ساله بوده، الان هم یه چند سال بیشتر گذشته این. یعنی عمر رژیم از هر نظر تموم شده. به لحاظ وضعیت داخلیشون هم الان گفتین همین برخوردهایی که احمدی نژاد داری میکنه یا سایر باندهای رژیم که با خود ولی فقیه میکنن، یعنی به خوبی گویای اینه که منم پاسخم رو میخوام بدم. اگر خمینی بود با 1000 موشک و حمله نظامی به سراغمون میامد، ولی این رژیم به دلیل موقعیتی که خودمون طی این 25 سال به این نقطه رسوندیمش، اگر این رژیم، من احساس میکنم که اولا تجزیه میشه، فرو میریزه، به شدت به وحشت میفته و به شکل خیلی سریع رو به افول میره و دیگه اون کارایی هایی هم که تو این مدت داشت و میتونست علیه ما بکنه از دست میده. یعنی هر اقدامی از این به بعد بخواد حتی در مقابل ما بکنه، طرف مقابل ها خواهند فهمید که روز سرنگونیش بیشتر نزدیک شده. یعنی احساس میکنم که در و تخت خوب به هم چف شده و با شکار این لحظه، گفتید خودتون، مرحله عوض شده و باید قوانین این مرحله رو کشف کرد. من تبریک میگم و میخواستم از این موقعیت استفاده کنم، تعهد بدم. طب کن سوال دارم بچه، گوش کنید. اگر رژیم پای جنگ بیاید چه میشود؟ طب کن یه بارم نوحو بخون. مشخصا بگویید که ولی فقیه در مقوله اتمی زیر فشار تحریم های فزاینده و در زیر تهدید جرق و جنگ بالاخره جام زهر میخورد یا پای جنگ میرود. حالا گوش کنید بچه، اینا دو تا سوال سراپا متفاوته. خب برای که قاطی نشه بیاین عجله نکنیم. فعلا تو به 4 از نمیخوام قضاوت کنیم، میخواید بس رو گام به گام منظم پیش ببرید. بچه ذهناتون هم متمرکز کنید. گفته یک جواب تلگراف باید بدی بنویسین. اگر رژیم پای جنگ بیاد چه میشود؟ موتور ژئوپلیتیک روشن میشه، رژیم سرنگون میشه. احسن. ببینید چون ممکنه کلمه موتور ژئوپلیتیک مثلا مبهم باشه، من ساده تر میکنم جواب همین که دارد. پس بنویسین طرف نظر از مکانیزم ها رژیم سرنگون می شود. حالا دقت کنید، مثل بحث های تبیین که یادتون هست، یه وقت داریم ما از مکانیزم ها صحبت می کنیم، یه وقت داریم یه چیز رو تبیین و تحلیل می کنیم. مکانیزمشو الان من نمی دونم. اول باید آدم از تبیین رد بشه، بعد در یک تحقیق علمی و منطقی بره سراغ مکانیزم ها. میخوام ذهنتون پیچ و تاب نخوره که چطور شما فردای 19 فروردین هم اگر یادتون باشه که خیلی یارو دود و دم میکرد که آی این ضرب الاجل چی میشه و چقدر براش آماده شدید. اگر فرض کنید همون زمانی یکی باید میگو آقا جان خاطرت جمع جمع باشه، نگاه کن تا 18 ماه دست کم گران ماه 19 ها میشیم. ببین تا یک بیش از یک سال نیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد موضوع عجیب مینمود ولی آخه قافیه رو باخته. تو بحث اون زمان یادتون باشه
سوال میکردم من ازتون تو جنبنده اون زمان، تو کدوم نشست یادم نیست الان، ولی مکتوباتش هست. که بابا بالاخره این پرتاب مجاهدین به دررس یا به قله، رو به پس یا رو به پیش، تو فضای 19 فروردین یادتونه دیگه، چقدر مجروح، چقدر شهید، چه صحنه هایی، چه تلخی هایی، چه تهدیداتی، چه خبرهایی، چه دور و دمی، همه یادتون هست. اگر اون روزم از من پرسید مکانیزما چیه، گفتم نمیدونم چیه، ولی 7 ماه ما جنگ فشرده سیاسی، کارزار پشت و کارزار در پیش داریم. اینجا هم حواستون باشه که تو مکانیزم ها خودتون رو نپیچونید. هر کی هم از مکانیزم ها بیاد صحبت کنه، اون اصلا مکانیزم متولد نشده هنوز. کما اینکه اصلا ببینید ما کلمه لیبرتی رو که نمیدونستیم، یه باتلری پیدا شد و شما اونو پس زدین و یه جفری پیدا شد و گفت کمی دورتر و کمی امتر، بعد اولین بار یادتون باشه کلمه لیبرتی رو ما روز شنبه 12 آذر، یعنی 11 دی اول ژانویه بوده، 10 دی 31 دسامبر پایان ضرب الاجل بوده. خب ما 1 ماه 2 روز کم، یعنی 4 هفته 28 روز، کلمه لیبرتی رو روز شنبه 12 آذر 3 دسامبر 28 روز قبل از پایان دسامبر شنیدیم تو اشرف. من و شما که کلمه لیبرتی نمیدونستیم چیه، داستان چیه، مکانیزم من نمیدونستم که برون رفتش به اصطلاح تنفسگاه استراتژیکیش، این بحران عجیب و غریب با این همه خون چی هست، مکانیزم رو نمی‌دونستم. که بعد یه باتلر میاد، بعد اونو میزنیم ما شما کنار، بعد میرن کوبلر میارن، بعد این اشرف پسش میزنه، بعد میکشه به شورای امنیت، بعد میکشه نمی‌دونم به کمیساریا، مکانیزمی که من نمیدونستم. یادتون هست اون شستای محرمزون بودید که در سر کارهایی که مریم اینا کرده بودن جواب گوترز اومد، بعد اینکه اینا پناهجویان تحت قانون بین الملل و افراد مستقیما مورد نگرانی و هر کدومش یک تیتری، میخوام بگم که ما اینجا که داریم تحلیل میکنیم، در هر دو جمله، در هر دو عبارت نوشتم صرف نظر از مکانیزما. مکانیزما بحثی است که مجاهدین بعدا میرن ماده میکنن، حالا از این راه نشد با اون مکانیزم. یه وقت این بحثا قاطی نشه که خب چه جور، ما اینجا داریم تحلیل میکنیم مکانیزم ها رو. یادتون باشه که نمیدونم که 19 فروردین هم من نمیدونستم، هر کس هم که میگه آقا من میدونم، خب یه باید بگیم چی میدونی، رفت واقع نشده که، از کجا میدونی؟ یعنی مثلا تو میدونی که بعد یک لیبرتی میاد و بعد نمیدونم یک کوبلری میاد و بعد یک کمیساریایی میاد و نه، ما نمیدونستیم. ما فقط یه چیزو میدونستیم، میدونستیم که به خاطر ایستادگی مجاهدین و به خاطر اینکه نتونست متلاشی و منهدمشون کنه، اگرچه 1/3 زمین اشرف از ما گرفت، ولی به خاطر اینکه مؤثر واقع نشد، دندونم بلنگوش و زرهیش و مزدورش و خانوادهش و فلان، مجاهدین زدن تو دهن همه این چیزا، حرکتی است برای تاریخچه مجاهدین و تاریخ مجاهدین به خاطر استادی خودشون ها که رو به جلو بره نه رو به عقب. اینجا هم سوال اینه، اگر رژیم پای جنگ بیاد، مکانیزما رو من نمیدونم، هر چی هم بگم حدس و گمانه، میشه درست باشیم تا غلط باشیم. فعلا نمیخوایم خودمون رو اینجا بپیچانیم،
که مکانیزمش چجوری میشه نمیدونم، نمیتونم هم بدونم الان، چون واقع نشده که. طرف نظر از مکانیزم ها خب معلومه، های جنگ که پیش بیاد چون رژیمش هم میدونیم خیلی پوسیده است، هر تا پا این سپاهش رفته تو اقتصاد، واقعا نیروی جنگی مثل اون زمانهای جنگ ایران عراق که میگفتیم که خمینی بود، نیروی جنگی به اصطلاح ایدئولوژیک نوع خمینی، رژیم خیلی کم داره، چون بعد از جنگ رفسنجانی اومد این سپاه رو برد تو اقتصاد، احمدی نژاد و خامنه هم به اوج رسوندن، آخه سر تا پاش فاسده. البته وقتی مردم بی سلاح رو میبینه، یعنی وقتی که طرف دست خالی باشه میتونی شلیک کنی، ولی بی زحمت در همین مجاهدین کلاش بدین بر برن جلو. خودشون میگفتن یه گکان تانک مجاهدین که از قرارگاه اشرف میامد بیرون، رژیمی ها میذاشتن از اینکه همه میدونن، خب میذاره در میره. اگه مجاهدین مسلح بودن کسی غلط ها نمیکرد که. وقتی میگیم جنگ، خب یعنی پرواز ممنوع، یعنی اون چیزی که تر قذافی دیدیم، یعنی اون چیزی که از این سوریه یا دریغ میکنن. وقتی میگیم جرقه یعنی این دیگه، یعنی تعادل رژیم به هم میخوره، یعنی که ولی فقیه باید بره پی کارش. الان دیگه وارد این مکانیزما نشدیم، یعنی که یک سر دیگه تو این رژیم بیرون میزنه، قرقرا و وقوقا خودشون شروع میشه. ولی هنوز این چیزا نیست، دارن همون تکه پاره میکنن، چه برسه که این چیزا باشه. پس ماده چهار ساده و روشن است که جدای از مکانیزم ها، یعنی اینکه چجوری ماده میشه. خب توی چنین جنگی رژیم سرنگون میشه. بریم نفر بعد، ماده پنج لطفا. برادر سلام. سلام علیکم. عید تبریک میگم. اول میخونم اگر بعدش وقت شد یه چند کلمه هم صحبت کنم. بله بله بفرمایید. بله. پنج، اگر رژیم جام زهر بخورد چه میشود؟ همونطور که در بند اولم گفتین، اگر دقیق به اوضاع شرایط رژیم نگاه کنیم، یعنی اینو این پارامتر رو فراموش نکنیم و کم رنگ نبینیم، خب معلومه با این اوضاع شرایطی که رژیم داره از درون خودش میپاشه و بحث ارتش قیام که احسن. بذار من جملت رو بنویسم. اگر رژیم جام زهر بخورد چه میشود؟ تضعیف کیفی ولی فقیه، مساویس با چند سرگی رژیم، مساویس با سر برداشتن قیام، مساویس با سرانجام شکستن طلسم اختناق. چند تا نقطه حالا تو بگو، بعد بینیم سراغ سوال بعد. راستش من خودم از جا کنده شدم به خاطر اینکه همون لحظه‌ای که شما اینو گفتین چند تا پارامتر سریع تو ذهنم اومد که گفتم خیلی مثلا واسه چیه، چی میشه بعد، ولی خودم احساس کردم با همین اعلام وارد یه دنیای جدیدی کردیم. بعد از این همه مدت، این حداقل خودم احساس میکنم تو یک دنیای جدیدی وارد شدیم، همینقدر احساس یه جدیت تو وضعیت فعلی میکنه. مثلا شما ما رو بردین تو فضای اوضاع احوال، یعنی اینکه فراموش نکنیم اوضاع احوال رژیم چطوره، یک آمادگی ذهنی خودم احساس میکنم پیدا کردیم تو هر شرایطی. من خودم هم تعهد میدم که تو این شرایط آماده هر وضعیت و هر شرایطی رو داشته باشیم. بسرو سب کن، چون جای خیلی جالبی انگوش گذاشت. حالا خواهیم دید رژیم وضعیتش درب و داغونه. اگر توی خبرات خونده باشید، لاریجانی مجلس، علی لاریجانی میگه گرونی دلار 4000 تومان که به خاطر تحریم نیست، به خاطر مدیریته. احمد جان میگه بی زحمت اگر به خاطر مدیریت من هست، پس بذارید من خطم آمریکا برم. چون الان احمدی نژاد همون که
فلانشترین جرای رژیم بود، همین پاسدار احمدی نژاد، روزگار را بنگرید. بعد از 4 سال دو دور دومش الان که 2 سال مونده نرمترین جناح رژیم شده. دیگه رسیده بحثش به اوین. در آمریکا میگه رابطه با آمریکا. الان ولی فقیاف خودشون میگن، میگن این هرچی میگه امام زمان، امام زمان میخواد این بیعتقاده به ولی فقیه، میخواد ولی فقیه رو دور بزنه. ایران و ملت ایران. حالا چقدر خامنه‌ای رو این سرمایه‌گذاری کرد؟ خب معلوم رئیس جمهور شده یابو برش داشته. تو این هم میگه امام زمان، امام زمان، میخوای نایبش رو یعنی خامنه‌ای رو دور بزنی، از تیزی بندازی. بعد سر حجاب این سری میگه آقا چی شد این بد حجابا موقع انتخابات که چهچه و بعبعشون میکنیم، الان شده مدافع بد حجابا، الان شده ضد ولایت فقیه، الان شده طرفدار رابطه با آمریکا، الان شده ضد تحریمات، الان شده بازدید از اوین. ای روزگار، وضع رژیم را بنگرید. برو ماده بعدی، نوبت کیه؟ سلام علیکم، عید قربان، سالگرد عملیات فروغ که در واقع پرداخت و فدیه بزرگ خود شما بود و بهتون تبریک میگم. اگه اجازه بدین یه نکته کوچیکی بگم از بیانیه پرش شیر. چرا شما تو اون بیانیه پرش شیر در واقع گفتین که بعد از خروج از لیست ما باید در چپ جرق و جنگ بریم قرار بگیریم و جای ما اونجاست؟ و من احساس میکنم اون چیزی که در واقع اینو مهر میکنه برای من مجاهد همین که الان شما اعلام کردین. ما بچه و آدم غیر مسئول و غیر جدی نیستیم، ما الان انقدر جدی هستیم میفهمیم. تو اون دورانی که شما بحثش تو همون بیانیه پرششیر کرده بودین انجام بدیم. کلیت هم اگه بسن بخوام بگم، واقعا من فکر میکنم غیر ممکن ممکن ترین تعهدی رو که خود خواهر مریم همیشه بحثشو میکرد همین خروج از لیست بود. اون چیزی که واقعا به ناباور من بهش بودم، الان این تعهد اصلا ذره ناباوری و شک من در این در خودم و در فکر نمیکنم در هیچ کس دیگه وجود داشته باشه. به یمن همون کاری که خواهر مریم کرد، این قدرت، این توان و این مسئولیت پذیری و ظرفیت رو در خودمون میبینیم که این تعهد رو در واقع ماده کنیم. مدیون این پرداخت از طرف شما هستم و تعهد میدم که در واقع مسئولیت هامو انجام بدیم. کوتاه سعی کردم به شما بگم، اگر اجازه بدین جواب سوال بعدی هم بدم. نکته‌ای که وسط حرفات بود بعد میگم. فعلا تو شیش رو جواب بده. ماده شیش، اگر بشار اسد سقوط کند وضعیت ولی فقیه و رژیم چه میشود؟ جواب این سوال اگه در واقع بخوام ساده با همین کدای خودمون بدم، سقوط بشار اسد برای رژیم مهران نیست، برای رژیم کرمانشاهه. چون خودش میگه که عمق استراتژیک ما سوریه است. رژیم در واقع سعی میکنه اگه مثلا بشار اسد سقوط کنه، خطش مثلا فرض کنیم بعد از بشار اسد بیاد تو عراق ببنده. اگه بشار اسد سقوط کنه، رژیم مجبور خطش رو تو خود تهران ببنده و به خاطر همینه که من میگم این برای ما مهران نیست، کرمانشاهه. بارکلا. پس بنویسید، اینو بنویسیم. اگه قبول دارید وقتی خامنه ای سوریه و حزب الله و لبنان و حماس را از دست میدهد، تعادلش به هم میخورد. مساویس تضعیف کیفی ولی فقیه، مساویس با سرانجام شکستن طلسم اختناق. عیناً ملاحظه میکنید، شهرام یه بار جواب سوال پنجم بخون، عیناً جواب رو هم میافته، مثل هم در میاد. تضعیف کیفی ولی فقیه مساوی چند سرگی رژیم، مساوی با سربرداشتن قیام، مساوی با سرانجام شکستن طلسم اختناق. چند نقطه؟ احسن. عیناً از هر طرف که میروید ببینید به اینجا راه میبره. حالا بعداً بهتون خواهم گفت اینا دستگاهه، اینا رو که سرهم بکنیم آخرش. ببینید حماقت دشمن بود که در 6 و 7 مرداد و 19 فروردین
به جای این که در مثل میخوام بگم ها به زمان بزنه به زمین زد که از ما زمین بگیره، هدف این بود که رژیمو پشیمون کنیم دیگه. مثل این که سر موضوع اشرف رژیمو پشیمون کردید، البته کف قضیه است، ترنگونی سقفشه. پس علت این که میگم مجاهدینش باید جهش کنن، جهش واقعی میگم، توی مسئولیت پذیریشون، تو تضاد حل کردنشون، تو تشکیلات برادرانشون، تو انقلاب، که جدی بگیرن این روز شما رو، ولی که معلومه در و داغون اون میکنه دشمن. تو همین 25 سالی که گذشته به تقویم قمری، من گفتم دست کم 25 بار باید نابودتون میکرد. چرا نابود نشدین؟ به خاطر انقلاب. خب منفجرتون میکرد، داغونتون میکرد. خیلی ساده مگه نمی‌بینین بمب‌گذاری لبنان و فلان و اون نفر که افشا کرد رژیم و حزب الله لبنان رو منفجر کردن. دو تا چهار تا انقلاب و هژمونی و این تشکیلات برادران و این شورای رهبری که نذاشت دیکتاتور تو این 10 سال دست کم 10 تا کامیون انفجاری می‌آوردن رو داغون می‌کردن. رژیم که تلاشش رو کرد. چه کار میکنن مجاهدین؟ یه باطل و سحر دارن. چیه باطل و سحرشون؟ انقلابه. در لحظه چیه؟ خود سخته دیگه. خودتون میدونین که یک خودخواندن جدی قیمت میدن دیگه. هر روز هر هفته قیمت میدن. کس نخورد یعنی این دیگه. و الا برای چی بگیم؟ نمیدونم ناموس آرمانی یا گوهر بی‌بدیل برای چی باید بگیم؟ باید بگیم. اگه حرف مفتی که نه، اگه حرف جدیه که خب هرچی جدیتر مجاهدم که فرق میکنه هر جا باشه همینه جنگه. میخواید در جنگ پیروز بشی باید مثل اون بحثایی که داشتیم در ماه رمضان پارسال اسباب کار آماده کنی. در رأس این اسباب چیه؟ خب انقلابه. این نکته رو از این بابت گفتم که جواب داره. چگونه جواب داره؟ برگردیم گذشته رو ببینیم. اصلا به چه دلیل شما تو این 25 سال گذشته موندی؟ در حالی که بقیه نابود شدن؟ یعنی مثلا چیه؟ شما از زردونه خدا بودی؟ یا نه؟ اسباب کار رو آماده کردی؟ آقا جون نشستی حساب کردی بعد از مرگ خمینی دیگه براتون روشن بودی که رفسنجانی میاد از فردا میشه مدیره. همون رفسنجانی که یادتونی میگفت که بعد از غروب میگفت این فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو 5-5 و 6-6 بکشید. همین آمریکا که این همه به ما پیله میکنه سر عملیات نکرده ما ها، سر کاری که حتی اپورتونیست ها کردن به حساب ما میذاره. من که رفسنجانی اهل معامله بود. خب چون شما میدونستین چی در پیشه، گفتید آقا من نه بر قدرت دارم، نه زمین دارم، نه امکانات، نه پول، نه چنین چیزی. ما چی داریم؟ ما مجاهد جنس خودمون، گروه خونه خودمون. چرا؟ چون میپردازه. چی میشه؟ اینها، این اشرف. ده ماه بعد از اون ضرب العجل اون همه دود و دم. یک سال نیم بعد از 19 فروردین. بعد چی میشه؟ اینها لیست. بعد چی میشه؟ اینها لیبرتی. بعد چی میشه؟ اینها سرنگونی. خب هزار یه بلا رو دور میکنه. چجوری بلا رو دور میکنه؟ بلایی که من شما که نفهمیم. مثالی که الان براتون زدم. خب تو همین 10 سال یا تو همین 4 سال کامیون انفجاری می آورد تو نشستاتون، اگه این انقلاب نبود بلندگو رو آدم می بینه، موضوع رو می بینه، ایستادگی بچه ها رو جلوه نمیدونم لجن پراکنه و مزدوران می بینه. خب نادیده هاش ایناست. خب اول که منفجرتون می کنه اول، ولی به خاطر انقلاب شما می روید توی 6-7 مرداد در می آین سرفرازتر، تو 19 فروردین سرفرازتر، تو 17 جوان سرفرازتر. برو ماده 7. سلام برادر. 7 را بخوان. سوال 7، یک زمان فردی به گونه ی حد اکثر برای سقوط سوریه معین کنید تا بتوان در محاسبات بعدی آن را وارد نمود. ها.
من فکر می‌کنم که دیدن سوال روشنه برات. بله بله. من فکر می‌کنم اگه بخوایم زمان واقعی بگیم تا شب عید، عید نوروز در واقع. بعد هم مسعود، من قبل از اینکه برم یه نکته داشتم در واقع بگم. به طور واقع تیه این 34 سال اگر نبود این زمانبندی هایی که شما میدادید، واقعا خمینی از ماه به قعر چاه نمی افتاد. ما الان میبینیم همین بحث سوریه بودش، الان دو ماه گذشته از این که فرانسه به سوریه اعلام کرده که شما دولت مشخص کنید ما به رسمیت بشناسیم، اینا هنوز نتونستن. این نشون میده که واقعا چقدر مراحل انقلاب واقعیه و اگه ما طول میکشه و بهاشو میپردازیم این مراحلی که داره باید طی بشه تا به ثمر خودش برسه که انشالله به روزای آخرش ما نزدیکیم. من تعهدم به شما میدم که با تمام توش و توانم ذره قصور نداشته باشم. گوش کن بچه، گفت که بابا کار به اینجا رسیده در مورد سوریه که از مدتی پیش طبق اخبار، اخباری که الان گفت دیگه، فرانسه بگه آقا آخه زود باش یه شورای یه دولت یه چیزی. لکن 34 سال ما این راه رفتیم میدونیم شورا تشکیل دادن و برنامه نوشتن اینا اولش چه آسان، ولی 31 سال ادامه دادنش چه مشکل. تا برسد به مریم، از مجاهدین عبور کند و به شورا برسد و بعد جهانی بشود، وای چه مشکل ده دهه میخواهد. نتیجه شما که حاضر آماده اید، اسباب کار رو که اسمش انقلاب است، از فردای مرگ خمینی و اصلا از سال 64، از سال 64 که حساب کنید تا الان می شود 27 سال. از 27 سال پیش با انقلاب ایدئولوژیک اسباب کار رو آماده کردید. جگر آدمی کباب می شود از این بچه کوچیکا، شیرخاره ها، نوجوان و نوبابه ها، پسر و دختر که به فرمان ولی فقیه قبر دست جمعی پیدا می کنند توش 84 تا زن و بچه کوچیک. بله گناهشون چیه؟ بله بله، مسئله رهبری است، مسئله تشکیلاته. عراق که در زمان شهریور 20 شماست، تاریخ ایران داریم به چشم میبینیم. اینا اول کارن، سب کنید. ساده ما یک کلمه میگیم تشکیلات برادران انقلاب. خب تلسم اختناق شکسته، خب مجاهدینی هم وجود نداره که، و الا اگر اینا آماده می بودن، اسباب کار آماده می کردن، اگر که یک تشکیلاتی می داشتن، این کار تموم بود بابا، هم پارسال تموم بود. مصر هم همچنین سب کنید، سب کنید تونس و لیبی و تا ببینید همطور مف. این تازه تو ایرانه که مبارزش یک قرن از اینا جلوتر از مشروطه، 100 ساله از 1285 انقلاب مشروطه، الان 1391 106 ساله ها که از توش مجاهدین بیرون زده و مجاهدینش تونسته 48 سال دوام بیاره با انقلاب. والا چی میگی؟ والا ابرقدرت 5 میلیون سرباز داشت شوروی، ابرقدرت دوی دنیا بوده، 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت کشور بوده. چی شد؟ میپاشه. چرا؟ اصغر تو بخوام. ماده شماره 8، تأثیر تحریم ها بر روی رژیم چیست؟ به نظرم الان رژیم چون در انتهای خطشه، تحریم فزاینده و روزافزونه، یعنی مستمر افزوده میشه. ضمن اینکه تا خرداد زمان مشخص کردن که رژیم به اتمی ممکنه برسه، به مرز سرخه. سلام برادر، من حسین هستم. سلام، بگو.
بخون. مشخصا بگویید که ولی فقیه در مقوله اتمی زیر فشار تحریم‌های فزاینده و در زیر تهدید جرقه و جنگ بالاخره جام زهر می‌خورد یا پای جنگ می‌رود. حسین صبر کن تو هم بنویسین تابلو اول جام زهر می‌خورد. تابلو دوم پای جنگ می‌رود. پای جرقه و جنگ می‌رود. تابلو سوم خامنه‌ای توان جنگیدن ندارد. مرز سرخ جنگ دارد. بنابراین هرگاه خطر را جدی ببیند، هرگاه اراده جنگی جدی ببیند، مثلا هرگاه ناوهای جنگی آماده شلیک در خلیج فارس ببیند، قبل از وقوع عقب می نشیند و جام زهر اتمی می خورد و الا عمامه‌اش را باد می‌برد. خب کارو براتون ساده کردم. خب حسین بله بله سه تا تابلو داریم، تو هم ثبت نام کن منم بکنم. حالا من بین تابلوی دو و سه هم در مرددم دیگه، رژیم نمیتونه به این سادگی کوتاه بیاد، خیلی ساده فرو میپاشه. خب بچه ها گوش کنین، ما سه تا تابلو نوشتیم، تابلوی اول سوم یکیه ولی تابلوی سوم توضیح هم داده، میگه مرز سرخ جنگ داره. ها الان جنگ رو جدی نمیدید که؟ ها اوباما هوا رو داشت، چه جنگی؟ ولی اگه جدی بشه، اگه ناو بالا سرش ببینه، اون وقت جام زهرم خواهد خورد. چی جور؟ والا عمامش برباده. مثالم میزنیم، مجاهدین مهران رو گرفتن جا زد، این یکی دیگه انگوش کوچیکه اونم نیست، تهدیدی نبوده. ما خودتون نمی گفتیم به خدا 1% فشار روی مجاهدین و بمباران و خلع سلاح و اسکرین و باز مصاحبه و باز اسکرین و تیف و وزارت خارجه و فلان اینا، 1% از این بلاها سر رژیم میامد پودر میشد. تابلو سوم اینا استدلالاتشه. خب با این حال ما فعلا ثبت نام کردیم که ادامه بحث رو بریم، این بسته به انتخاب و اجتهاد خودتونه. بذاری بریم جلو. آخر سر میخوام فقط ذهنتون باز باشه، فعلا این تابلوها بماند، بریم تو ده اونجا هم میبینیم یه چیزایی رو. باز سلام علیکم. سلام، بگو. چشمنداز انتخابات رژیم و تابلوهای آن. یه ذره صبر کنم اینجا که ننوشتیم بنویسیم. تابلو اول ولی فقیه مثل سال 84 یک مهره مطلوب مثل احمدی نژاد می آورد و رژیم را یک پایه می کند. وان فرد چموش بازیه احمدی نژاد را نخواهد داشت. تابلو دوم رژیم مثل زمان خاتمی دو سره یا سه سره می شود، هرچند که این تابلو در این شرایط فریعن به شقه و شکاف و قیام و سرانجام به تلسم اختناق راه می برد. تابلو سوم در انتخابات قبلی تلسم ولایت شکست، در این انتخابات تلسم اختناق می شکند. مجاهدین خیلی دوست دارم. آقا سه تا تابلو بخو. محمود حالا تو بگو.
تابلو سوم. ثبت نام میکنی؟ بله. البته بین تابلو یک و سه یک کمی مرددم. با توجه به شرایط فعلی در هر حال رژیم در یه بنبست مرگبار قرار داره که در هر طرف بچرخه بالاخره سرنگونیش محتومه. برادر سلام. قربانت. من فکر میکنم که تا اینجا که من صحبتاشون رو دیدم یا انتقادات که رامنی میکنه بابا ما میگه که آقا این زمانا رو کوتاه کن، یعنی مخالف مذاکره نیست با رژیم، اما میگه چرا انقدر طولش میدی؟ شما با اعلام سرنگونی فکر میکنم یک به قول شما که الان گفتیم موتور ژئوپلیتیک به دور بالا میاندازه، شما این کار رو کردید الان که همه رو وامی دارید به عکس العمل، یعنی همه باید موعظه بگیرن و بعضا که نزدیک ما باشند خب میان پشت ما، بعضا که دور باشند دنبال سنگ اندازی یا کارهای دیگه هستن. میریم سراغ نتیجه. کسی حرفی داره؟ برادر سلام میکنم. من علارغم این که خب آدم روزمره اخبار رو نگاه میکنه، از بحثاتون بخوام بگم علارغم که خودم پیشرفتها رو میبینه، روزمره خودم میبینه، هم اولا همه چیز واقعا به دست خودم رقم خورده، واقعا آدم سر تحولات رو میبینه که اگر مثلا مجاهدین نبودن اوضاع احوال الان چه چیز دیگه ای بود. پیشرفت خودم رو میبینه و همه به سر دستاوردها، خب روکت خود به خودی و تمایل خود به خودی اینه که آدم خب زود به نتیجه برسه، زود ماده رو ببینه. ولی واقعا مجاهدین الان کجا، مجاهدین 10 سال پیش کجا؟ اصلا تفاوت نوریه. هر نیروی انقلابی به محض اینکه سر کار اومده، من به نظرم روز انحطاطش از همون نقطه استارت خورده، در صورتی که با انقلاب خواهر مریم فکر میکنم آینده رقم خورده و مجاهدین آببندی و تضمین شدن. راه سخت بوده، لحظات نفسگیر از 17 جوان، از اعتصاب قضا، از گروگان ها، واقعا آدم چیزایی که هیچ وقت عمرش فراموش نمیکنه این لحظات رو. ولی خب میوه شو آدم بینه میفهمه که خدا حکمتی بوده، واقعا پشت هر ابتلا و آزمایشی حکمتی و ارادهی بوده که میدیده اینها رو و رقم میزده برای مجاهدین، که واقعا بعد به اندازه تک تک شنها و ماسه های اشرف خدا رو شکر میکردین. اون موقع خودم لحظه داشتم عجب شکری میکنه برادر، ولی واقعا این دعای شما رو و این شکر شما رو هزاران بار تکرار کردم و میکنم که واقعا خدا رو شکر که این ابتلاعات رو در مسیرمون گذاشت و این توان و این نیرو رو و این رهبری رو به ما داد که از پس این ابتلاعات و آزمایشات بر بیایم. الان احساس میکنم که انرژی ها رو کانالیزه کردین و سمت و سو دادین و این یک تغییر کیفیه. نیروییه که الان بردار داره، جهت داره، هدف مشخص داره، زمانمندی مشخص داره. اینو خواستم راجع به بحثتون بگم. سب کن چون بحث داریم. بذاریم بنویسیم. نتیجه دهه 80، دهه الان مفتخوری و دستاوردهای آدآورده رژیم بود. پرانتز عراق و سرکوب مجاهدین، پرانتز بسته. دهه 90 اما از آن خلق و مجاهدین خلق است. دهه 90 با 19 فروردین شروع شد و اکنون به خروج از لیست رسیدیم با انتقال به بند سین. موتور ژئوپلیتیک روشن شده است، مطلقاً
شک و شکاف باقی نگذارید. در همه کارها و برنامه ها و موضع گیری ها و پروژه ها از صدر تا ذیل، در هر قدم و در هر نفس و در هر شب و روز باید از سرنگونی چید. شما به لحاظ سیاسی استراتژیک و در نهایت تکالیف و وظایف ما در این دوران و ذهنهای ما رو از مینیموم به ماکسیموم بالا آوردید و قد کشیدیم. فی الواقع فکر میکنم که مینیموم بود که اومد به ماکسیموم و الان ذهن من سمت و سو گرفته که با دو کلمه‌ای که شما بیان کردین، اعلام بند سین و زمان بندی، الان برای من خیلی خیلی روشنه که وظایفم چی هست و هر چی که قیمتش باشه ما به شما این تعهد رو به واقع میدیم. من فی الواقع امروز خیلی خودم احساس میکنم که ذهنم خیلی سمت و سو گرفت و به واقع جای تشکر و قدردانی داره از شما. برمیگردم به نقطه و حرف اول 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 که به تقویم قمری یادتون بیاد آن عید قربانی را که به فروغ می شتافتید. 25 تا عید قربان به طور کامل ربع قرن گذشته که در هر روز و هر ماه و هر هفته و هر سالش چه وقایعی بوده و رسیده ایم به این نقطه خجسته و میمون که سوار است بر روی عنصر مجاهد خلق، عنصر ناب و خلص مجاهدی که این مسئله رو کنه. پارسال اگه میگفتیم حمله نکند یک بار بکند ده بار، این بار که حرف از این چیزا گذشته، کلاشو باید بگیره. هیچ بهانه ای در دست شما باقی نگذاشتی، چرخانده اید به سمت خودت. این سمت و سوش همون موتور ژئوپلیتیکی است که گفتید. این سمت و سوش همون تاق بند سین به این خاطر بود که 25 سال قمری بعد از آن یکی عید قربان گفتم که جای 25 بار شکر است و تبریک و تبارک. تعهداتتون رو هم باید در این چارچوب بین خود و خدای خود و سازمان خود کوک و تنظیم کنید. هر گونه شک و شبهه‌ای رو هم باید آدم از خودش دور کنید. اگه با این عزم حد اکثر و جنگ صد برابر وارد نشیم بهش نمیرسیم. آنچه هم که تا الان رسیدید به خاطر این بوده، ولی اگه بعد از 19 فروردین ول میکردید. اینجوری نیست که معنی کس نخارده، معنی انقلابه. خوشا که بعد از 25 سال عید قربانی رسید که درش دوباره بر پایه‌های عینی و مادی و واقعی پخته و هرچه پخته تر شدن شرایط رو می توانیم به چشم ببینیم. در روز شمار آینده هیچ شک و شبه و شکاف نباید باقی گذاشت. خجسته و میمون و مبارک.
Let's roll.